خیلی قشنگه. آدم اینجا یه هوای تازه میخوره. چقدر زمین بزرگیه. خیلی باصفاست. دنبال یه بهونه بودی که بیای بیرون، درسته؟ دوباره تو و عدنان دعواتون شد؟ اگه بفهمی چی شده سکته میکنی. اون برگ قرمزه برام دردسر درست کرد. کدوم برگه؟ نامی که مهند، همون که برای تو نوشته بود. مگه تو ننداختیش دور؟ همه چی رو ریختم دور، ولی اون نامه تو جیبم جا موند. نه، عدنانم اتفاقی دیدش. نگو که فکر کرده برای تو نوشته. دقیقا. وای دست تو سمر. خب بعدش چی شد؟ دیوونه شده بود، نمیدونست داری چی کار میکنه. پری تو صورت مهند و گفت این چیه؟ باورم نمیشه. البته منم داستانو بزرگ کردم، داد زدم و گفتم چطور میتونی اینطوری فکر کنی؟ حالا همه چی روشن شده، ولی من و مهند هنوز دلگیری. خیلی خجالت کشیدیم. عدنان تقصیری نداره. اگه نهادم جای اون بود همین کارو میکرد. میبینی برای اینکه نهاد نامه رو نبینه همه چی افتاد گردن من. اوف، من واقعا شرمندم. آبروم جلوی عدنان رفت. مهندم به خاطر همین نیومد؟ شاید. ولی آخه چرا ننداختیش دور؟ خب چی کار کنم، یادم رفت. اون روز نمیخواستم مامان چیزی بدونه، به خاطر همین گذاشتمش تو جیبم. اصلا تو چرا نگهش داشته بودی؟ اونم جلوی یه چشم تو کشو. اگه نهاد پیداش میکرد میخواستی چی بگی؟ اوه خدا ساکت شو. وقتی با نهاد آشنا شدی گفتی عاشق شدی و مهندو فراموش کردی، پس چرا اونا رو نگه داشتی احمق؟ چرا به من میگی احمق؟ یه خاطره بوده. درسته خیلی مشکل پیش اومد، ولی در نهایت ما با هم بودیم. این دوران فراموش نشدنی، همه چی خیلی خوب بود. اما وقتی همه چی تموم شد شبیه یه خاطره شد. من با نهاد مقایسش نمی کنم، ولی اون عالیه. شاید جدایی ما به نفع هر دومون بود. هر دختری تو اون سن ممکنه عاشق بشه. اون دوران برای من مثل یه جادو بود. مهند دیوانه وار عاشق بود. بهتره بریم پیش از با. یه حس متفاوتی بود. الانو نگاه نکن که ازش ناراحتم، ولی اصلا به خاطر گذشتم پشیمون نیستم. به به، چه اعترافای جدیدی میشنوم. ویلکن بابا، تموم شده، تازه داره فراموش میشه. فکر نکنم فراموش کرده باشی، هنوز یه احساسی نسبت بهش داری. غیر ممکنه. اگه هنوز حسی نسبت به مهند داشتم ازدواج نمیکردم. خب چی بگم، این اولین باری بود که اینا رو میشنیدم. دلم لرزید. چرا؟ فکر میکنم این حس کوچیک ممکنه با یه اتفاق دوباره آتیش شعله ور بشه. معلومه چی داری میگی؟ این غیر ممکنه. بله غیر ممکنه، نبایدم ممکن بشه. تو الان ازدواج کردی و یه بچه هم داری، پس زندگی تو به خطر ننداز. تو چت شده؟ یه جوری حرف میزنی که انگار منو نمیشناسی. خواستم حواستو جمع کنی. خوب گوش کن سمر، من نهادو دوست دارم، باهاش ازدواج نکردم که بهش خیانت کنم. لطفاً دیگه اینجوری با من حرف نزن. بیا بریم اسبارو ببینیم.